مقامهای امنیتی شهر کابل میگویند به جز دو تن تمامی قربانیان حمله انتحاری در ناحیه سوم این شهر در ساحه ده مزنگ غیر نظامیانند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه شهر کابل میگوید که حمله کننده با پای پیاده به طرف قماندانی نظم و امن آمد در حرکت بود، اما قبل از رسیدن به هدف پس از شناسایی از سوی پلیس خود را منفجر ساخته است. آقای عبیدی در محل رویداد به خبرنگاران گفته است که در این حمله 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اونا یک حمله انتحاری در راه عام پیش از اینکه پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه او را خدا انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. اکثر شهیدا و زخمی ها افراد ملکی هستند که از راه عام تیر می شدند. اکثرشان ملکی هستند، فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین از اون پلیس هایی که انتحاری را شناسایی کردند و خواستند که او را از بین ببرند که این خود در بین مردم انفجار داد و 2 پلیس ما هم شهید شد. این حمله انتحاری اولی ساعت 2 پس از ظهر امروز در چهارراهی ده مزنگ در برابر قماندانی نظم و امن عامه و در نزدیک قماندانی پلیس سرحدی رخ داد. از سوی هم ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان در صفحه تویترش نوشته که در این رویداد 10 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال رخ داده است که حدود 2 هفته قبل اندک دورتر از این ساحه در جاده دارلمان بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی از شاهدان عینی رویداد امروز ده مزنگ کابل میگویند که برخی از زخمی و کشته شده های این رویداد را در وضعیت بد مشاهده کردند. من سهیل رستمی هستم، باشنده این محل هستم. دیگه ما کدام چیز خاصی ندیدم و زمانی که من از کوچه بیرون شدم آمبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقا ما آگاهی ندارم. اسمم سمه است، میخواستم طرف ده مزنگ طرف نوآباد بیایم، طرف نوآباد بیایم که در نزدیک سرحدی بودم که زخمی ها را دور که دیدیم روبروی نظم ما یک دونه افتیدگی بود، یک دونه از نفرای سرباز نظم ما افتیدگی بود. مرده را دیدیم بس یک تشبیخ یک دونه پایش که نزدیک دروازه باغ وحش افتاد. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقام های بلند رتبه افغان این حمله را تقبیح کرده و برای خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کردند.